محرم رسیده با چشوری شده به پا به تن کرده نوکره دوباره پیرن دوباره پیرن ببین حالمو یه کاری بکن توی روز امسال برات جون بدم منم اومدم مثل خواهره پای داغ گودال برات جور بدم. از تیر کین چو کرد تهی شاه دین رکاب آمد فراو گوش وی از پرده این خطاب که ای شه سوار بادیه ابتلای من بازا که زان توست حریم لقای من معراج عشق را شب اسراست هین بران خوش خوش براق شوق به خلوت سرای من تو از برای مایی و ما از برای تو عهدیست این فنای تو را با بقای ما دادی سری ز شوق و خریدی لقای دوست هرگز زیان نبرد کس از خون بهای ما بازا که چشم ناز ازل بر قدوم توست خود خاک رو به راه تو بودن بیای ما این زان توست تاج ربوبیت از ازل گر رفت بر سنان سرت اندر هوای ما عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک عزاداران حسینی در این شب نورانی و البته غمگین و غمبار عاشورای حسینی قرار داریم. خدمت شما تعزیت عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم. عاشورای حسینی و شبیست که سر عرشیان بر زانوی غم گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. این شب رو شب قدر بدونید و ازش استفاده بکنید، دلتون رو به دل اصحاب سید الشهدا بدید و خودتون رو در خیمه حسینی کنار حبیب و بریر و زهیر و وهب و امثالهم بدونید، در کنار اصحاب سید الشهدا با ابا عبدالله الحسین علیه السلام عهد ببندیم در این شب عاشورا که در رکاب اماممون، در رکاب امام زمانمون قدم برداریم و هم رکاب او باشیم و کنارش جانبازی کنیم انشاءالله. فاصله کوتاهی میخوام بگیرم تا از محضر عزیز و ارجمند شیخ حسین پورآذری عزیز کارشناس و محترم برنامه استفاده بکنیم، مطالبی بیاموزیم و برگردیم و در خدمت شما باشم. یاد اولید نگاه، یاد اولید نگاه، به ذریح تو بخیر. یاد اولید نگاه، به ذریح تو بخیر. لحظه ای که من شدم دیگه عاقبت بخیر. سوزم کربلا هر روزم کربلا به عکس چشمم رو جا برم جا
جز زیر همین علم روزه رو ازم نگیر جا موندم من از حرم اللهم ارزقنا حرم اللهم ارزقنا حرم اللهم ارزقنا حرم اللهم ارزقنا حرم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابو عبدالله الحسین. در آستانه ماه محرم هستیم و ماه اندوه اهل بیت علیهم السلام. این روزهایی که اهل بیت علیهم السلام دل خوشی ندارن، امام زمان سلام الله علیه تو این روز عزادار حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هستن، پیرو اهل بیت علیهم السلام باید عزاداری کرد و باید برای سید الشهدا دم زد و هر کسی هر چی که در توانش هست برای امام حسین علیه السلام انجام بده ان شاء الله. گاهی اوقات دیده میشه ادب ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام چقدر ما رو نسبت به اهل بیت نزدیک میکنه. یعنی میبینی یه موقعی یک شخصی با سکوتش نزدیک میشه به امام حسین علیه السلام، فرضاً یه کسی تو مجلس امام حسین حرفی زده، اون شخص سکوت کرده و این سکوت باعث شده که فتنه‌ای خابیده بشه. یا مثلا مداحی که مدح اهل بیت رو میخونه، عزاداری امام حسین رو میخونه، جایی نخونده و حرمت نگه داشته، برای شخص دیگری چقدر به مراحل بالای معرفتی رسیده. نمونش یک قضیهیه که خیلی تکان دهنده است که به یک بچه کوچک یک شخصی احترام میکنه. میخوام اینو عرض بکنم که ما یاد بگیریم تو مجلس امام حسین علیه السلام به همه احترام بکنیم و آداب عزای امام حسین رعایت بکنیم. یکی از مادهین اهل بیت علیهم السلام وقتی روزه میخوند در و دیوار گریه میکرد برای سید الشهدا، پرسیدن ازش چی کار کردی برای امام حسین علیه السلام که اینقدر عجیب اثرگذار هست روزه های تو عزای امام حسین علیه السلام. اون شخص مداح نقل میکنه، میگه من یک روزی که تو محرم برای امام حسین میخوندم، یک روزی اومدم مجلس نشد بخونم، وقت نشد بخونم، وقت من گذشته بود، رفتم مجلس بعدی، مجلس بعدی هم دیدم فراهم نشده، هنوز وقت خوندن من نیست و دو سه تا مجلس گذشت من توفیق نشد بخونم. مجلس آخر همه افراد نشسته بودن و منتظر من که من روزه امام حسین علیه السلام رو بخونم، یک بچه اومد جلوی من گفت آیه مداح، آیه روزه خون، اگر اجازه به من بدی من یه قدری برای امام حسین بخونم. این شخص مداح میگه من اونجا گفتم یه عمری من برای امام حسین من خوندم، یک عمری برای سید و شهدا من دم زدم و روزه خوندم، بذار الان این بچه بخونم. خیلی هم ناراحت شدن، اما من کار خودمو کردم، دادم بچه چند دقیقه خوند، خوشحال شد، دلش شاد شد. میگه من بعد از اون خوندم، شاید مجلسم خراب کرده باشه، اما بعدش خوندم، بعد از اون شب که من رفتم منزل در عالم رؤیا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو دیدم. به ابوالفضل العباس علیه السلام امر کرد یا ابوالفضل اسم این شخص رو بنویس جز مادهین من امام حسین علیه السلام. حالا سال هاست من مدح اهل بیت میخوندم، چرا اون شب من وارد دفتر
مادهین امام حسین وارد شدم، سرش اینه که ادب نسبت به یک شخصی که شاید بچه باشه به ظاهر، شاید چیزی ندونه، اما همین که من دل اونو به دست آوردم، امام حسین علیه السلام فرمود بنویس اسمش رو جزو مادهین من امام حسین علیه السلام. میگه از فردای اون روز من یه یا حسین میگفتم، مجلس دگرگون میشد. میخوام این رو عرض بکنم، اون مداح با نخوندنش ادب خودش رو رسونده، یعنی حتما نباید اون بخونه، حتما نباید واعظ منبر طولانی بره، چه بسا رعایت حال دیگری رو میکنه. من منبر کمتر میرم، رعایت حال اون رو میکنم. احترام تو به یک چایریز امام حسین علیه السلام مقام تو رو بالا میبره. تو این روزهای عزاداری امام حسین علیه السلام، تو این مجالس امام حسین علیه السلام، سزاوار ما از مرام و معرفت امام حسین علیه السلام یاد بگیریم، اون چی که خودشون فرمودن، اون ادبی که خودشون به ما یاد دادن، نه اینکه تو عزای امام حسین علیه السلام دل همه رو میشکنی، نه اینکه تو عزای امام حسین سلام الله علیه هر کاری میکنی، هر کاری که باب میل خودته، این کار اشتباهه. امام حسین علیه السلام از من و شما توقع داره که واقعا مهر امام حسین علیه السلام و مهر هیئتی بودن به تو بخوره، یعنی همون مصداق روایتی که کونو لنا زینا، برای ما زینت باشید. هر جا که وارد میشیم که این امام حسینیه، این کسیه که واقعا امام حسینیه، نه اینکه همه فرار بکنن، اوه 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 این هیئتیه، وای این کسیه که مجلس امام حسین زیاد میره فرار کنیم ازش، این واقعا سزاوار نیست. امام حسینی باید معرفت امام حسین رو یاد بگیره، اون چیزی که امام حسین علیه السلام میخواد، اون چیزی که حضرات معصومین علیهم السلام خواستن. انشالله که حاصل بشه تو این ماه محرم معرفت اهل بیت علیهم السلام به من و شما، انشالله حاصل بشه دعای حضرت حجت سلام الله علیه برای من و شما، و انشالله واقعا امام حسینی وار عزادار حضرت سید الشهدا باشیم و باقی بمونیم و با ذکر امام حسین علیه السلام از این دنیا بریم. یا علی من. آقای غریب عالم، رزق روز و ماه و سالم، تو دریای عشق تو ببین غریقم و زلالم، منوسم به گریه زاری، میدونم هوام و داری، عادت کردم و I'm
حسین. امشب دل کائنات گرفته، دل آسمان ها خونه و ملائک همه عزادارند، عرشیان و قدسیان و فرشیان و ملائک و آدمیان به قولی جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند. به قول دیگری آشوب در تمامی ارکان عالم است، اما برای عده قلیلی این شب شب سرفرازیه. شب عاشورا شبیه که برای اصحاب سید و شهدا علیه السلام شبی پر از سرور و شادی، شب مثال زدنیه. بیاین با همدیگه تو این شب چشمامون رو ببندیم، خودمون رو کنار خیام حسینی تصور بکنیم، خودمون رو در کنار اصحاب سید الشهدا علیه السلام تصور بکنیم، قدم به قدم صحبت‌های این بزرگواران رو بشنویم. وقتی میگم اصحاب حسین علیه السلام، از این منظر بهش نگاه کنید که آقای عالم سید الشهدا علیه السلام اونها رو بهترین اصحاب همه ادوار تاریخ معرفی میکنه و به اونها میباله. بریم بشینیم کنار حبیب، بشینیم کنار بریر، بشینیم کنار زهیر، ببینیم اینها چه خصوصیت هایی داشتن، ببینیم اینها امشب چه کار میکنن. در کنار این که دارن شمشیرشون رو تیز میکنن، آماده و مهیای رزم فردا میشن، لبخند به لب دارند و در نهایت سرفرازی و سربلندی امشب دارن با خدای خودشون مناجات میکنن. امشب شب مثال زدنی بود در عاشورا. در چنین شبی اصحاب الحسین مهیای جانبازی و سرسپاری در مسیر ابا عبدالله علیه السلام داشتن، بی نظیر امشب. اما از طرفی در خیام حسینی در کنار زنها و بچه ها و اهل حرم ابا عبدالله این فضا فضای متفاوتیه. دلشوره زینب سلام الله علیها رو نمیشه توصیف کرد، گریه کودک شیرخوار رو در خیمه در آغوش مادرش نمیشه توصیف کرد، دلشوره و دلهورهی که در دل قاسم ابن الحسن از رزم فردا که آیا او هم به شهادت میرسه یا نمیرسه نمیشه توصیفش کرد، شوق این نوجوان حسینی و حسنی رو نمیشه توصیف کرد. چه خبره امشب توی کربلا در کنار خیام حسینی؟ چه خبره؟ ماها شاید نتونیم خیلی متوجهش بشیم، اما دقایقی میتونیم خودمون رو کنار اونها قرار بدیم. اگر بتونیم در بین خیام حسینی، در بین اصحاب سید الشهدا علیه السلام خودمون رو پیدا بکنیم، شاید این ادعای گزافی نباشه که ما بگیم یا لیتنا کننا معکم فافوز و فوزا عظیما. اگر خودمون رو پیدا کنیم، به ندرت کسی میتونه خودش رو اونجاها پیدا کنه، بگرده در بین خیام حسینی ببینه آیا خودش هم اونجا حضور داره یا نه. خدا کنه که در بهترین حالت فقط این طرف خودمون رو پیدا نکنیم، اما وای به حال ما اگر یک روزی برسه وقتی خودمون رو میخوایم نگاه بکنیم، در آینه ضمیر خودمون خودمون رو تماشا کنیم، ببینیم در سپاه اشقیاییم و اگر شمشیری تیز میکنیم در برابر امام زمانمونه. خدا نکنه هیچ کدوم از شماها این گونه نیستید، برای من هم دعا بکنید که این گونه نباشم. امشب شب مناجاته، امشب شب دعا با خداست، امشب شب راز و نیازه. امشب رو کنار سید الشهدا و اصحاب بزرگوارشون باشیم، رو به قبله، به یک نحو دیگه محرم امسالمون رو متفاوت کنیم و مانند شب قدر این شب عاشورا رو اگر بیدار بمونیم، سر به سجده بگذاریم و این گونه عزاداری کنیم برای سید سالار شهیدان که اضافه نیست و بی جا نیست، جفا نیست، چه بسا که شاید مسیر رشد و سعادت ما رو هموارتر کنه. بیشتر دل به دل سید الشهدا علیه السلام بدیم، بیشتر قدم در مسیر امام زمانمون بگذاریم. نمیدونم این دلشوره آخر من رو میکشه که بالاخره من در کدوم سپاه دارم شمشیر میزنم، یا خدایی نکرده تماشا چی به رزم بین این دو لشکرم، نمیدونم. اما
پیدا کردن خودمون در محرم و عزای سید الشهدا مهمترین چیزیه که باید بهش فکر کنیم. توی این تاریخ هایی که ما به زبان روزه و با بیان عشق و با بیان گریه و ناله و ندبه توی این شبها مرور کردیم و تاریخ رو خوندیم، این تاریخ و مرثیه ها فقط برای اینه که خودمون رو پیدا کنیم. انشاءالله که همه ما تلاشمون این گونه باشه که مثل وهب نصرانی، مثل هر حداقل برگردیم به سپاه حسین و شرمنده و نادم خودمون رو به ابا عبدالله حسین علیه السلام عرضه کنیم. آقا هم با آغوش باز ما رو میپذیره قطعا، او کریم ابن کریمه و ما رو میپذیره. اگر به سمت سپاه حسینی برگردیم و خودمون رو در روز عاشورا فدایی حسین ببینیم، خدا کنه که همه تون این گونه باشید و برای من هم دعا کنید که به این مسیر بیفتم. فاصله بگیریم، شب دلشوره زینب کبری سلام الله علیها است، شب عاشورا شب عجیب و غریبیه، شبی نیستش که بشه به همین راحتی ازش گذشت. فرصتمون کمه در این شب عزیزان، شب عاشورا رو قدر بدون. شب عاشورا شبیه که آسمان در حال تپیدنه، امشب رو قدر بدونیم. بریم یکم به سینه بزنیم، گریه کنیم، برگردیم. بنده در خدمت شما هستم. السلام علیک یا ابا عبدالله، کربلا کعبه دلهاست، خدا میداند دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند. اولین مستمع مجلس پر فیض حسین، مادرش حضرت زهراست، خدا میداند. روز عاشورا با تمام اهل خیمه خداحافظی کرد، سفارش زینب رو به بچه ها کرد، سفارش بچه ها رو به زینب. وقتی سوار بر ذوالجناح شد، یه موقع دید یه صدایی داره میاد، محلل محلا یا ابن الزهرا، چی شده خواهرم، چی شده عزیز برادرم. گفت داداش تو یه امانتی نزد من داشتی، پیراهنو بهت برگردوندم، اما الان که داشتی میرفتی میدان، یاد وصیت مادرم افتادم. پیاده شو، میخوام زیر گلو تو ببوسم. جان حرم جمله بر لب شد، هنگامه مرگ زینب شد. خونین شود کوثر زینب، میدان رود دلبر زینب. یا سیدی ای حسین جانم، یا سیدی ای حسین جانم، یا سیدی ای حسین جانم، یا سیدی ای حسین جانم. صبری نما هنجرت بوسم، پیشانی ادهرت بوسم،
مجنون من جان فدای تو، من زنده ام با دعای تو. یا سیدی ای حسین جانم، یا سیدی ای حسین جانم، یا سیدی ای حسین جانم، یا سیدی ای حسین جانم. آخ این یه بوسه بود این خواهر زد، یه بوسم اومد میان گودال قتلگاه امام زمان. نیزه ها رو کنار زد، شمشیر ها رو کنار زد، لبا رو گذاشت بران رگه های بریده. احترام کردن نه کسی نبود، به زینب بگوید ای دل افسرده، سر تو باد به سلامت، برادرت مرده. یا مظلوم یا ابا عبدالله الحسین. حسین 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 علیه السلام، عبارتی که این روزها مدام در ذهن ما میگرده و میچرخه و اگر بهش توجه بکنیم زیر و رومون میکنه. تصور کنید از امام زمانتون، از دو لب مبارک صاحب از زمان جل الله تعالی فرجه و شریف دارید این عبارت رو میشنوید که یا دهر افن لک من خلیلی. عبارت عبارت سهمگینیه. اون کوچه گرد شبهای انتظار، اون بیابان گرد فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون کسی که بیشتر از ما منتظر ظهوره، شاید در همه این ادوار تاریخ که بر او گذشته و در پرده غیبت بوده مدام این جمله رو با خودش تکرار کرده. اون کسانی که روز عاشورا جانبازی کردند و با افتخار سر پیش قدوم سید الشهدا علیه السلام انداختند، اونها تحمل لحظه‌ای شنیدن این عبارت از لب امام زمانشون رو نداشتند. امام زمان ما هم مدام داره میگه یا دهر افن لک من خلیلی، انگار که هیچ کسی در این عالم به یاد این آقای غریب نیست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شب عاشورا خودش رو غریب دید، خودش رو تنها دید، گرچه که اصحابی کنار او بودند که به حکم خود او و به بیان و تصریح خود ایشان بهترین اصحاب همه ادوار تاریخ بودند و هیچ کسی مانند اصحاب حسین علیه السلام رو نداشته. اما امام زمان ما که فقط ماها رو داره، امام زمان ما چشمش به ماهاست و ما هم به او فکر نمی کنیم. امام زمان ما اگر شمشیری هم تیز می کنه و زیر لب این عبارت رو میگه، در کنار شاید بریری نیست، شاید حبیبی نیست. امام زمان ما جز ما کسی رو نداره که کنار او شمشیر بزنن. میخوام ببینم که کدوم یکی از ما حبیب ابن مظاهریم تا در رکاب امام زمانمون باشیم. اقلن به اندازه چند ضربه شمشیر غم به دل امام زمانمون راه پیدا نکنه. نمیدونم انقدری مدافع حریم امام زمانمون هستیم یا نه، اما توی این شب عاشورا این عهد رو با خودمون ببندیم که اگر با خودمون میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، قدمی هم به اون سمت برداریم، باری از روشونه امام زمانمون برداریم تو این شب، اجازه ندیم تا ما زنده هستیم امام زمانمون مقابل تیغ و شمشیرها بره. یک بار برای همه تاریخ کافی عاشورا. این ضمانت رو امشب به امام زمانمون بدیم که یا صاحب از زمان، ما هستیم تا عاشورای دیگری اتفاق نیفته و انشالله که عامل به این عهد باشیم. دستامون رو به سمت آسمان بلند کنیم. شب شب مناجاته، شب شب عبادته، شبیه که اصحاب حسین تا صبح امشب رو مناجات کردند و صدای گریه و شوق لقای پروردگارشون به آسمانها بلند بود. امشب با این دیدگاه که میخواییم با امام زمانمون عهد ببندیم، عهدی از جنس پیمان یاران حسین علیه السلام، با هم دیگه این دعا رو با این دیدگاه بخونیم: اللهم عجل ولیک الفرج.
خب اسمن و رسمن برنامه نغمه نوکری ویژه برنامه ماه محرم به پایان رسیده و این شب آخری است که بنده و همکارانم در این ویژه برنامه خدمت شما بودیم. وظیفه خودم میدونم که در این شب بزرگ و نورانی از محضر همه عزیزانی که زحمت کشیدن در راستای تولید این برنامه و تهیه این برنامه تا شما ببینید و اگر لحظه ای ثانیه ای و آنی دلتون متصل به کربلای حسینی شد ما رو هم دعا بکنید، من وظیفه‌ام که ازشون تشکر بکنم. از کارشناس محترم برنامه شیخ حسین پورآذری عزیز و بزرگوارم که منت گذاشتند و از محضرشون استفاده کردیم و همچنین از محضر پیر غلامان حسینی، نوکران و نغمه سرایان آستان ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاج حمید منتظر به عنوان پیشانی و پیشکسوت عرصه پیر غلامان حسینی، از همشون تک تکشون تشکر میکنم که این شبها ما رو همراهی کردند و ما رو به فیض رسوندن. از همکاران خودم در گروه تولید شبکه بیت العباس علیه السلام کمال تشکر رو میکنم. شما بنده رو میبینید اما پشت این دوربین ها عده زیادی مشغول فعالیتن، مشغول کارن تا این برنامه به دست شما برسه. برای تک تک این عزیزانی که زحمت کشیدن برای این برنامه و برنامه های دیگر خیلی دعا بکنید تو این شب. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. فردا اگر رفتید برای عزاداری، بعضی ها خیمه سوزان، بعضی ها سنت های دیگر، هر گونه ای که عزاداری کردید و تعظیم شعائر حسینی کردید، این عزیزانی که تو این شبها همراه شما بودند، کنار شما بودند و برای شما زحمت کشیدن تا لحظه ای هم اگر دلتون پیوند خورد به کربلای حسینی، این عزیزان رو از دعا فراموش نکنید. خیلی دوستتون داریم، خیلی محتاج دعای خیر شما هستیم، التماس دعای فراوان داریم. یا علی مدد، التماس دعای.